سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. حضور اریک تن هاخ مربی هلندی تغییرات قابل توجهی را در ساختار تیم منچستر یونایتد به وجود آورده است. در همین حال بحث و هیاهو درباره نحوه به ثمر رسیدن گل اول یونایتد مقابل سیتی همچنان ادامه دارد. تن هاخ پس از شکست برابر منچستر سیتی در ماه اکتبر مدعی شد این باخت کلاس درسی برای یونایتد بوده و شنبه عصر در اولد ترافورد تاکید کرد که تیمش این درس را به خوبی یاد گرفته است. آرسنال، لیورپول و تاتنهام همگی این فصل برابر یونایتد شکست خوردند، اما پیروزی برابر سیتی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر و اشوه کسب این پیروزی با اختلاف قابل توجه ترین قدرت رومایی دوران حضور تن هاخ در یونایتد بوده است. منچستر سیتی تا همیشه این ادعا را مطرح خواهد کرد که این دربی با تصمیم جنجالی مبنی بر عدم دخالت مارکوس راشفورد روی توپ در زمان بحث ما رسیدن گل مساوی توسط برونو فرناندز در فاصله 12 دقیقه تا پایان این بازی همراه بوده است. چند دقیقه پس از این گل بود که راشفورد موفق شد گل پیروزی بخش تیمش را نیز وارد دروازه سیتی کند. خوشحالی بازیکنان پس از بسادا درآمدن ویسل پایان بازی نشان داد که این باشگاه بزرگ که پیش از این با افت باور نکردنی مواجه شده بود شاید تحت هدایت تن هاخ دوباره به مسیر اصلی برگشته است. یونایتد پس از شکست تحقیرآمیز 6-3 برابر سیتی در ورزشگاه اتحاد حالا تنها در یک بازی از 19 دیداری که برگزار کرده باخته و به نظر می‌رسد که تجربه تن هاخ بسیار به کار این تیم آمده است. شاید تصمیمات گرفته شده در این دربی جنجالی بوده باشد و ناراحتی سیتی قابل درک است، اما عملکرد شخصیت و اتحاد که یونایتد به نمایش گذاشت باعث افزایش خوشبینی در اولد ترافورد شده و این احساس جای ناامیدی و خشمی که در اوایل فصل پس از شکست برابر برایتون و برانفورد به وجود آمده بود را گرفته است. با گفته تن هاخ، کاسمیرو از زمان پیوستنش به این تیم نقش سمت در بین درس‌ها را ایفا کرده است، اما عوامل بسیار دیگر هم دست به دست یکدیگر دادند تا حالا یونایتد در فاصله یک امتیاز سیتی قرار داشته باشد. شرایطی که اگر چند ماه پیش به هر کسی میگفتید مطمئنا به شما میخندید. در قلب تمام این تغییرات قابل توجه تن هاخ قرار دارد که تاثیرش هر هفته بیشتر در یونایتد مشخص میشود و در تلاش است تا بیشتر از هر مربی دیگر در چند سال اخیر به وظیفه‌اش به درستی عمل کند. این مربی هلندی موفق شد باورها را در یونایتد زنده کند، مدیریت بازی هوشمندانه را در این تیم اجرایی کند و وقتی کریستیانو رونالدو رفتارهای همیشگی را به نمایش گذاشت این تن هاخ بود که به درستی نشان داد حق تصمیم گیری در این تیم با چه کسی است. حتی راشفورد که این روزها نمایش درخشان ارائه می کند هم وقت برای جلسه دیرتر از موعد مقرر رسید نتوانست از سنبی فرار کند و در بازی برابر ولف از ترکیب یونایتد کنار گذاشته شد. گل پیروزی بخش این مهاجم انگلیسی برابر سیتی به این معناست که در تمامی 7 دیدار اخیرش در همه رقابت‌ها موفق به گلزنی شده و در 9 دیدار آخر که در اولد ترافورد به میدان رفته نیز موفق شده دروازه حریفان را باز کند. این اولین بازیکن پس از تیدی شیرانگام در سال 2000 است که چنین رکورد را به ثبت می‌رساند. خوشحالی راشفورد پس از بازی شب گذشته نقطه مقابل احساسی بود که لینگ هالند ماشین گلزنی سیتی داشت. او تنها 19 لمس توپ را به ثبت رساند که تنها 5 مورد آن در محوطه جریمه یونایتد بود و فرصت زیاد برای گلزنی پیدا نکرد. هنوز خیلی زود است که بخواهیم درباره قهرمانی صحبت کنیم، از کم شدن فاصله با سیتی که در چند سال اخیر نه تنها برابر یونایتد بلکه برابر هر تیم دیگر در لیگ برتر با نهایت قدرت ظاهر شده بود صحبت کنیم. اما موضوعی که بدون بحث و جنجال میتوان به آن اشاره کرد این است که یونایتد حداقل در حال بازگشت به مسیر درست است. این موضوع را میتوان به خوبی در زمین بازی و همچنین روی سکوهای اولد ترافورد پس از ویسل پایان بازی برابر سیتی به شکل باور نکردنی خوشحال بودن دید. تن هاخ هنوز کارهای زیاده برای انجام دادن دارد، اما قرار دادن یونایتد در جایگاه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس و در فاصله یک امتیاز سیتی نتیجه‌ای است که هر کس با هر نوع ارتباط با این باشگاه آرزوی آن را در ماه آگوست داشت. او همچنین تصمیمات مانند استفاده از لوکشاو در پست دفاعی میانی گرفته که تعجب بسیاری را به همراه داشته، خصوصا این که این بازیکن باید مقابل ستاره‌ای مانند هالند بازی می‌کرد. شاو واقعا درخشان ظاهر شد، خصوصا در وقت‌های تلف شده و توانست در چند صحنه در نبردهای هوایی به خوبی برابر مهاجمان سیتی استادگی کند و اجازه استفاده از این فرصت‌ها را به آنها ندهد. حضور تن هاخ و سبک قابل اعتماد این مربی بیشتر به معنای تکامل مربیگری است تا این که به عنوان انقلاب مربیگری در یونایتد شناخته شود، اما بهترین راه برای اثبات این که روند این منحنی رو به صعود است پیروزی برابر مدافع عنوان قهرمانی است، خصوصا اگر آن مدافع منچستر سیتی باشد. در دقیقه 78 بازی منچستر یونایتد و منچستر سیتی برونو فرناندز با زدن گل بسیار مهم نتیجه را به تساوی کشاند. کمک داور دوم یعنی دانکان که یک کمک داور بسیار با تجربه در لیگ برتر انگلستان است، زمانی که توپ وارد دروازه شد آفساید مارکوس راشفورد را اعلام کرد. با این حال داور وسط استوارت آتول بعد از مشورت با کمک داور گل را پذیرفت و اقدامات مهاجم منچستر یونایتد را به روش خود ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که راشفورد دخالت بر روی حریف نداشته است. این تصمیم موافقان و مخالفان دارد و هر کدام استدلالهایی از قانون دارد. همان گونه که اکثر کارشناسان داوری موافق تصمیم داور بودند از یک گل صحیح حمایت کردند. در اینجا به طور کاملتر این صحنه جنجالی مورد آنالیز قرار میگیرد و تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حق با داور بود یا کمک داور. اول از همه حالتهایی را که در صورت عدم تماس بین توپ بازیکنی که در موقعیت آفساید قرار دارد را میتوان به عنوان آفساید جریمه کرد را بررسی میکنیم. 1. ممانعت از حریف برای بازی با توپ یا امکان بازی با آن به واسطه مسدود کردن آشکارای میدان دیده او.
این معمولا در مورد دروازه‌بان ها کاربرد دارد. وقتی که شوت به سمت دروازه زده می شود، بازیکنی که در موقعیت آفساید قرار دارد مسیر دید دروازه‌بان را مسدود می کند و بر توانایی دروازه‌بان برای دفع توپ اثر می گذارد. در اینجا رشفورد در موقعیت آفساید قرار دارد. او مانع دید هیچ بازیکن منچستر سیتی نمی شود، چه برسد به دروازه‌بان سیتی که در فاصله 45 متری او قرار دارد. 2. با چالش کشیدن حریف برای توپ. پس از پاس کاسمیرو رشفورد تنها دنبال توپ می دود. او کار کنار برنو بود. آکانجی به وضوح عقب بود، پس او نمی تواند در چالش شرکت کند. من می خواهم توضیح بدهم که در مقررات IFAB منظور از چالش چی است. این به وضوح به یک چالش واضح اشاره دارد که توپ نزدیک به هر دو بازیکن قرار بگیرد. در اینجا آکانجی در رقابت با چالش با رشفورد قرار نداشت، زیرا او از توپ دور بود. او حتی وقت با تمام توانش می دود خیلی عقبتر از توپ قرار دارد. یعنی واضح است که با دیدن ویدیو بسیار واضح تر متوجه می شوید، اما من چند فریم را می گذارم تا متوجه شوید آکانجی یعنی شماره 25 نمی تواند توپ را به چالش بکشد. 3. عمل آشکار انجام دهد که به وضوح توانایی حریف را بر بازی با توپ تحت تاثیر قرار دهد. ما می خواهیم نقش بازیکنان سیتی را که به صحنه نزدیکتر از سایر بازیکنان بودند بررسی کنیم تا ببینیم رشفورد به رفتار آنها تاثیر می‌گذارد یا خیر. واکر یعنی شماره 2. او کسی است که به وضوح تحت تاثیر حرکت رشفورد قرار نگرفت. واکر تعقیب برنو را بر عهده گرفت. او تحت تاثیر رفتار رشفورد قرار نمی‌گیرد. با تماشای ویدیو این را به وضوح می‌توانید ببینید. آکانجی این بازیکن سیتی پس از پاس کاسمیرو با وضوح خارج از رقابت بود. او حتی با دیدن رشفورد سرعت خود را کاهش نداد. او با تمام توانش دوید اما برنو زودتر از او رسید. یعنی حتی اگر رشفورد هم آنجا نبود، او رقابت برای توپ را از دست میداد. ادرسون نکته مهم و کلیدی این صحنه همینجا است، جایی که میتوانیم برای مردود بودن گل منچستر یونایتد به آن استدلال کنیم. دروازه‌بان سیتی در حال بیرون آمدن از دروازه است. او وقتی که میبیند رشفورد توپ را تصاحب کرده، میفهمد که شانس برای دفع توپ در خارج از محوطه جریمه ندارد. بنابراین او سرعت خود را کاهش میدهد. اگر رشفورد با توپ نمیدوید و مداخله نمیکرد و دروازه‌بان سیتی مطمئنا سرعت خود را متوقف نمیکرد و از دروازه بیرون نمیآمد و قبل از برونو فرناندز یعنی زننده گل به توپ میرسید. شما رشفورد را از بازی حذف کنید. خب واضح ترین تصویری که میتوانیم تصور کنیم این است که دروازه‌بان عاقلانه ترین کار انجام بدهد و از دروازه بیرون بیاید و توپ را جمع کند. او میتواند زودتر از برونو فرناندز به توپ برسد. چه چیزی مانع از این حرکت دروازه‌بان میشود؟ قطعا رشفورد. مارکوس رشفورد در بازی دیشب ستاره اصلی شیاطین سرخ بود، اما ستاره تهاجمی اصلی منچستر سیتی ایرلینگ هالند شب بد را پشت سر گذاشت. رشفورد در نیمی اول بسیار فعال و سرزنده بود و دو بار به گلزنی نزدیک شد. با این که در اواخر نیمی اول ممکن بود شاهد مصونیت او باشیم، ولی رشفورد به بازی ادامه داد و یک بار دیگر کلید پیروزی تیمش شد. با اینکه سیتی از نقش او در گل اول یونایتد توسط برونو فرناندز به ثمرتی دستبانی است و میگوید رشفورد در آفساید قرار دارد، ولی با هوشمندی توپ را لمس نکرد تا این گل توسط داور قبول شود. رشفورد گل دوم پیروزی بخش تیمش را شخصا به ثمر رساند. اما ایرلینگ هالند یکی از بدترین روزهای خود با پیراهن سیتی را پشت سر گذاشت. او در دیدار دو تیم در ماه اکتبر فوق‌العاده بود و با هتریک به کار خود پایان داد. اما دیشب در اولترافورد شرایط کاملا متفاوت بود. ستاره نروژی در این بازی عملا هیچ نقش در عملات تیمش نداشت و در طول مسابقه بارها با تمسخر هواداران یونایتد مواجه شد. ادعای از کارشناسان انگلیسی معتقدند هالند مدت دچار افت شده، چرا که با احتساب بازی دیشب او در 3 بازی گذشته سیتی موفق به گلزنی نشده است. رسانه های انگلیسی در آستانه دربی دیشب منتظر درخشش دیگر از هالند بودند، چرا که معتقد بودند با حضور لوکشو و رافائل واران در قلب خط دفاعی منچستر یونایتد این زوج قادر به مهار ستاره نروژی نخواهد بود. اما شیاطین سرخ موفق شدند هالند را به خوبی مهار کنند. او به جز یک شد که در میانه راه مهار شد و تلاش برای گرفتن پنالتی در طول 90 دقیقه عملا تاثیر دیگر در جریان بازی نداشت. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.